رجوی که برای دیدار و گفتگو با رهبران سیاسی و پارلمانی فنلاند وارد هلسینکی پایتخت این کشور شده است، روز چهارشنبه 19 اسفند در اجلاس کمیسیون خارجه پارلمان فنلاند شرکت و سخنرانی کرد و همچنین از شهرداری هلسینکی بازدید به عمل آورد. در هنگام ورود خانم رجوی به فنلاند، یک هیئت سیاسی و پارلمانی فنلاند و همچنین ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در فرودگاه هلسینکی از خانم رجوی استقبال کردند. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت با خانم تویا براکس وزیر دادگستری فنلاند دیدار و گفتگو نمود. این دیدار صبح روز پنجشنبه در دفتر خانم تویا براکس در وزارت دادگستری فنلاند انجام شد. در این گفتگو خانم مریم رجوی تازه ترین تحولات ایران در ارتباط با قیام سراسری برای آزادی و دموکراسی و سرکوبگری های قساوتبار رژیم علیه زنان و جوانان را تشریح نمود و بر ضرورت تغییر سیاست دولت های اتحادیه اروپا در قبال ایران تأکید کرد. وزیر دادگستری فنلاند از نقض حقوق بشر در ایران به شدت ابراز نگرانی کرد و همبستگی و همدردی خود با مردم ایران را ابراز نمود. خانم براکس همچنین وضعیت ساکنان اشرف را مورد توجه قرار داد و تأسف عمیق خود را از حمله خونین نیروهای راغی به اشرف در ششم و هفتم مرداد گذشته ابراز کرد. وی ضرورت ایجاد تضمین‌های عملی برای حفاظت از ساکنان اشرف را مورد تأکید قرار داد. وزیر دادگستری فنلاند همچنین با یادآوری سوابق آشنایی خود با لرد سلین فقید از شخصیت و خدمات انسانی وی که خود را وقف اهداف اشرف و مقاومت ایران کرده بود تجلیل کرد. Ich bin da, Verlose, Reich, Schaffe, Schmiedose!
ایرانی سرفراز و اشرفش مینامدی. مریم خوش آمدی، مریم خوش آمدی، مریم خوش آمدی. دعوت کمیسیون خارجی پارلمان فنلاند، رئیس جمهور برگزیده مقاومت در جلسه استماع این کمیسیون شرکت و سخنرانی کرد. در این اجلاس که به ریاست آقای پرتی سالولاینن، رئیس کمیسیون خارجی پارلمان فنلاند تشکیل شد، اعضای کمیسیون خارجی از احزاب حاکم و اپوزیسیون ضمن اظهار خوشبختی از حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت در پارلمان فنلاند، همبستگی خود را با مقاومت مردم ایران برای دموکراسی و حقوق بشر ابراز داشتند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت در جلسه کمیسیون خارجی پارلمان فنلاند اوضاع ایران و موقعیت قیام و مقاومت مردم برای آزادی را توضیح داد و خاطر نشان کرد دیکتاتوری آخوندی حاکم بر ایران که با قیام مردم به جان آمده و معترض و با بحران‌های حاد درونی و بیرونی روبروست، حفظ تعادل خود را در فرار به جلو و ایجاد بحران‌های جدید جستجو می‌کند و در همین راستا برنامه دستیابی به سلاح اتمی را با نقض قطعنامه‌های ملل متحد تشدید کرده است. رئیس جمهور برگزیده مقاومت در سخنان خود در اجلاس کمیسیون خارجی پارلمان فنلاند اعمال فشارها و توطئه‌های فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران برای نابودی اشرف را که در راستای مداخلات رژیم آخوندی در انتخابات عراق بالا گرفته است یادآور شد و تأکید کرد آخوندهای حاکم بر ایران به این نتیجه رسیدند که لازمه مهار قیام مردم ایران از بین بردن اشرف به مثابه نقطه امید مردم ایران است. خانم رجوی خطاب به اعضای کمیسیون خارجی پارلمان فنلاند ضرورت بر عهده گرفتن حفاظت اشرف توسط سازمان ملل متحد را خاطر نشان نمود و بر ضرورت تضمین حقوق مجاهدان اشرف به عنوان افراد حفاظت شده بر طبق قطعنامه پارلمان اروپا در آوریل گذشته تأکید کرد.